حدود ساعت 1 صبح چهارشنبه ترور ژوونل مویز رئیس جمهور هایتی به ضرب گلوله در خانه‌اش. در جریان این حمله همسر او زخمی و به بیمارستان منتقل شد. کلود جوزف نخست وزیر موقت هایتی در یک مصاحبه رادیویی یک گروه کماندو مسلح شامل عناصر خارجی را مسئول اجرای این ترور دانست. روزنامه میامی هرالد در گزارشی آورده ویدئویی که به دست این روزنامه رسیده نشان می‌دهد مهاجمان هنگام حمله مدعی شده بودند ماموران اداره مبارزه با مواد مخدر ایالات متحده هستند. اما منابع آگاه در هایتی به میامی هرالد گفتند این افراد مسلح اجیر شده بودند. ژوونل مویز از سال 2017 به طور رسمی رئیس جمهور هایتی بود. دوره‌ای که همراه بود با اعتراضات گسترده مردم به فساد دولت، خشونت‌های خیابانی و درگیری گروه‌های تبهکار در این کشور. مخالفان معتقدند در انتخابات ریاست جمهوری که باعث روی کار آمدن مویز شد، تخلف صورت گرفته بوده. این در حالی است که سال 2015 یک دوره انتخابات برگزار شد و به دنبال اعتراض مردم این انتخابات باطل و به یک سال بعد موفق شد. در نهایت پس از برگزاری مجدد انتخابات در سال 2016 مویز به دفتر ریاست جمهوری راه یافت. طی ماه‌های گذشته باز اعتراضات بالا گرفت به دلیل اینکه مخالفان انتخابات 2015 را مبنای شروع کار مویز می‌دانستند. آنها معتقد بودند دوره ریاست جمهوری او می‌بایست 7 فوریه سال میلادی جاری خاتمه می‌یافت. حالا نگرانی‌ها از تشدید بحران در کشوری که مردمش مدت‌هاست با فقر، خشونت و بی‌ثباتی سیاسی دست و پنجه نرم می‌کنند افزایش یافته و آینده نامطمئن پیش روی مردم هایتی است. هومن میرقاسمی، ایران اینترنشنال.